یادی از بهرام صادقی به مناسبت 50 سالگی سنگر و قمقمه‌های خالی. سر چیزای دیگه دعوا کنیم. از جشنواره برلین فیلم منطقه پایانی. در کارگاه بهار بهبهانی هنرمند ایرانی ساکن نیویورک. 50 سال از انتشار کتاب سنگر و قمقمه‌های خالی مجموعه داستان‌های بهرام صادقی می‌گذره. بهرام صادقی در سال 1363 در 48 سالگی درگذشت. در زمان حیاتش از او به غیر از این مجموعه داستان‌های کوتاه تنها یک داستان بلند به نام ملکوت منتشر شد. با این حال شیوه منحصر به فرد داستان نویسی او باعث شد که نامش در ادبیات معاصر فارسی به عنوان نویسنده پیشرو ثبت بشه. روزبه کمالی منتقد ادبی امروز مهمان منه تا درباره ویژگی‌های داستان نویسی بهرام صادقی با هم صحبت کنیم. روزبه، اگر موافقی با نحوه انتشار کتاب سنگر و قمقمه‌های خالی و سرنوشتی که در سالهای بعد پیدا کرد شروع کنیم. بهرام صادقی هیچگاه خودش کتابی منتشر نکرد. از اطلاعات اندکی که از زندگیش به ما رسیده به نظر میرسه که چندان اهل نظم و ترتیب و قید و بندهای متداول نبود. از نیمه های دهه 30 تا نیمه های دهه 40 داستانهای کوتاهش در نشریات مختلفی مثل کتاب هفته، سخن و فردوسی منتشر شد. چند تایی هم ازش در دهه 50 البته در نشریات منتشر شد. میدونیم که بهرام صادقی زاده نجف آباد اصفهان بود و با نویسندگانی که بعداً اونها رو حلقه اصفهان نامیدن مثل منوچهر بدیع مترجم، هوشنگ گلشیری نویسنده، ابوالحسن نجفی زبانشناس و منتقد آشنایی داشت. در سال 49 ابوالحسن نجفی که به کارهای بهرام صادقی بسیار علاقه داشت و باش دوستی داشت، آثار منتشر شدش در نشریات رو جمع‌آوری کرد و ذیل عنوان سنگر و قمقمه‌های خالی در انتشارات زمان منتشر کرد. در چاپ اول گویا داستان بلند ملکوت، دیگر اثر مشهور صادقی، هم در همین چاپ در کنار داستان‌های کوتاه اومده بود، اما بعد این اثر رو جدا کردن و به صورت کتاب جداگونه منتشر کردن. سنگر و قمقمه‌های خالی ظاهراً بعد انقلاب در اون اوایل اجازه انتشار داره، اما بعد از مدتی ممنوع میشه و دیگه تا از اواخر دهه 70 و اوایل 80 دوباره اجازه چاپ پیدا میکنه. وقتی کارهای صادقی دهه اواخر دهه 70 شمسی بعد سالها دوباره چاپ شد، خواننده‌های زیادی ازش استقبال کردن. دنیای صادقی چه ویژگی‌هایی داره که با گذر زمان همچنان جذاب و خوندنیه؟ ببین، عوامل مختلفی در کاره. یکیش تنوع بسیار داستاناشه. تو همین سنگر و قمقمه‌های خالی می‌بینیم که از داستان کوتاه و شبه گزارش گرفته تا نمایش نامک و افسانه مدرن و فابل در کتابش باش مواجه میشیم. تلاشش برای آزمودن شیوه های متفاوت داستانگویی، نوجوییش، طنز و هزل نیرومندش، مینیمالیسمش به آثارش در تاریخ داستان کوتاه ایرانی ارزش ویژه میبخشه. ظاهرا چون زبان انگلیسی خیلی خوب میدونست، در همون دوران 30 و دهه 30 و 40 میتونست آثار روز دنیا رو به زبان اصلی بخونه و سعی کنه به همون شیوه بنویسه. این ویژگی هم به او یک صفت پیشرو و نوگرا بودن در تاریخ داستان کوتاه ایرانی میبخشه. به تفاوت کار بهرام صادقی با سایر داستان نویسای همزمان خودش تو ایران اشاره کردید. اگه میشه درباره این تفاوت کمی بیشتر توضیح بدین. بهرام صادقی شاید بیش از همه نویسنده‌های ایرانی با فرم و اسلوب و ساختار داستان کلنجار میره. ساختار داستان رو به بازی میگیره، به خواننده اعلام میکنه که داره داستان میگیره، قرارداداشو باش از نو تعریف میکنه، اونا رو به هم میزنه، باز تعریف میکنه. در داستانهایی مثل آقای نویسنده تازه کار است، آدرس شهرت، خیابان انشاد، عافیت، سنگر قمقمه های خالی، از قوالب مرسوم داستان نویسی، حتی با شدت و ضعف متفاوت تفره میره،
علت و معلول رو کمرنگ میکنه، پلات رو نادیده میگیره یا بسیار رقیق میکنه. در مقابل یه آزاد دستی پیدا میکنه در پرداختن به شخصیت ها و حوادث نامربوط و ارائه یه گزارش هج و هزلامیز از واقعیت، پرداختن یک روایت غیر منتظره و غافلگیر کننده. راوی چون خودشو جدی نمیگیره، به قراردادهای متعارف پایبند نیست، مثل یه روح سرگردان به هر جایی درون و برون اشخاص و حوادث زوایای مختلف سرک میکشه، قضاوت میکنه، متناقضگویی میکنه، تغییر لحن میده، در که در اعتبار خودش هم میشه شبهه کرد. بهرام صادق از این طریق از راه متفاوت نویسی هم جذابیت ایجاد میکنه، هم داستاناشو به شیوه غیر منتظره و غافلگیر کننده پیش میبره، هم ابعاد و جنبه های جنون‌آمیز و غریب و غیر منطقی واقعیت رو برملا میکنه. در پیشروترین آثارش داستاناش آغاز و پایان مشخص ندارن، کلاژ گونن، میشه بخشای مختلفش رو جابجا کرد. طنز یکی از عناصریه که پیوسته در داستان‌های صادقی وجود داره. خود بهرام صادقی گفته قبل از اینکه بخوام یه داستان کوتاه بنویسم که طنزم داشته باشه، میخوام طنزی به وجود بیارم که داستان کوتاهی هم توش مستتر باشه. طنز صادقی چه ویژگی‌هایی داره؟ چند گونه آثار طنز داره. مثلا فرض کنید داستان‌هایی داره که اتفاق و موقعیت طنزآمیزه اما لحن و فضا طنزآمیز نیستن. مثلا در داستان کلاف سردرگم که تصویر صاحب عکس در خود عکسی که ازش انداختن قابل تشخیص نیست، فضا حتی عصبی کلاف کننده است. یه نوع دیگه ای از طنز داره، مثلا در داستان سراسر حادثه که طنزش به هج و بعد به جنون پهلو میزنه. نوع دیگه ای از طنز باز ما میبینیم در داستان غیر منتظر که هم موقعیت طنزآلوده، هم آدمها، هم لحن و فضا. جدا از اینها به نظر من یک طنز خیلی ویژه‌ای داره که از طریق بازی با اسلوب و عناصر داستان نویسی اون رو ایجاد میکنه. یعنی فرض کنید مثلا در داستان آدرس شهرت خیابان انشاد میاد از شیوه معرفی و ثبت مشخصات آرشیوی در فرمهای اداری، رنگ چشم، اندازه قد برای معرفی شخصیتش استفاده میکنه. از شیوه معرفی اداری میره سراغ روایت شاعرانه، از اونجا به صورت سیال میره سراغ داستان پردازی متداول، از داستان پردازی متداول به سراغ گزارش میره. این سیالیت و به هم ریختن آرایش همگون عناصر داستان نویسی خود به خود القای طنز و هجو میکنه. اگه میشه چند خط از یکی از داستان‌های سنگر و قمقمه‌های خالی رو به انتخاب خودتون برامون بخونید. این بخشی که انتخاب کردم بندی هست از آدرس شهرت خیابان انشاد شماره 555. آقای آتشکان که شخصیت اصلی، یکی از شخصیت اصلی داستانه، با کفش و خریدن کفش مشکل داره. میماند خود کفش ها، آنها یا خیلی تنگ هستند و یا خیلی گشاد و دوستان آقای آتشکان عادت کردند که آقای آتشکان را در ساعات اداری همیشه مشغول و گرفتار ببینند. پای لختش را بیرون می آورد و با آنکه دیگر قلمبه سلمبه شده و از میخچه و زگیل پوشیده شده است وازلین می مالد. گاهی هم یک جعبه پودر تالک را روی آن خالی می کند و فضای اتاق را ناگهان غباری سفید می پوشاند و آقای محسنی که حساسیت دارد به عطسه می افتد. آقای آتشکان دستمالش را در هوا تکان می دهد، ولی برای آقای محسنی دیگر دیر شده است. آن وقت همه شروع می کنند به شمردن عطسه های آقای محسنی. نمایشگاه نقاشی های زهرا قراخانی با عنوان لبه ها در گالری اینجا در تهران و گالری امروز در اصفهان برگزار شد. کارهای این نمایشگاه منظره های از طبیعت و معماریه که با روشی واقع گرایانه نقاشی شدن.
درگیری قراخانی در این کارها بازنمایی و انتقال حسی متفاوت از منظر است که از طریق ایجاد تغییر در درجات رنگی و رابطه نور و تاریکی ایجاد شده. عنوان نمایشگاه یعنی لبه ها به لبه شکل‌هایی مثل درخت و بنا اشاره می‌کنه که در برخورد با هم فرم‌هایی ایجاد می‌کنن که گاهی تا مرز انتزاع پیش میره. در یکی از کارهای نمایشگاه درختی رو می‌بینیم که در پیش زمینه قرار گرفته و بیشتر فضای نقاشی رو به خودش اختصاص داده. در پس زمینه تعدادی ساختمان و درخت رو می‌بینیم که در فضای تیره تصویر شدن. اما درخت اصلی نقاشی انگار از نور مصنوعی خیابان روشن شده. برگ‌های درخت هرچه که به سمت نوک اون نزدیک میشیم تیره تر میشه تا در نهایت لبه های اون در منظره پشتی محو میشه. در یکی دیگه از کارهای نمایشگاه کوچه ای رو میبینیم که از دو طرف با ساختمان های به نسبت قدیمی احاطه شده. آسمان نقاشی با ابرهای آبی تیره تصویر شده و حس یک روز بارانی رو منتقل میکنه و وقتی به کف زمین دقت میکنیم با ساب‌های اندکی رو میبینیم که خیسی زمین و بوی نم رو در فضای نقاشی پراکنده کرده. سرودن شعر، مشکلات ممیزی، فیلمنامه‌های نساخته، اعتیاد و دنیای مالی خولیایی موضوعاتیه که در فیلم منطقه پایانی اولین ساخته بردیا یادگاری و احسان میرحسینی مطرح میشه. این فیلم که در جشنواره برلین امسال در بخش مواجهه به نمایش در اومد برگرفته از زندگی فردی و اجتماعی دو کارگردانه. محمد عبدی منتقد فیلم با این دو فیلمساز مصاحبه کرده. تو تنها نیستی، گوش کن، خیال نکن تنهایی. این صداهای زمان هستند و همه دارند با تو خداحافظی می کنند. قصه منطقه پایانی قصه شاعریه که سالها شاید نیمی از عمرش رو صرف نوشتن یک شعر بلند کرده و از سوی این روزها درگیر با اداره سانسور برای گرفتن مجوز برای چاپ این کتاب و از سوی دیگه اونقدر مشکلات مالی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی انقدر فشار احساس کرده که تن به یک ازدواج با زنی که هیچ علاقه ای هم بهش نداره داده تا به این واسطه بتونه به آمریکا مهاجرت کنه. این همونطور که داره دست و پا میزنه برای رسیدن به آمریکا بیشتر داره فرو میره در کثافتی که اطرافش گرفته. راهنمام خیلی داره بهم کمک میکنه، هرچند کسی نمیتونه به خودش کمک کنه. با این همه امیدوارم یه روز بیاد ما هم یه دلیلی واسه پاک موندنمون پیدا کنیم. نکته منطقه پایانی این هست که ما متمرکز بر یک کاراکتر هستیم، اما فیلم قراره به یک چیز کلیتری ارجاع بده و اون همینه که در یک جامعه ای که دوچار مشکلات فراوان هست از همه ابعاد، یک فرد با تمام دغدغه‌های روشنفکرانه، دغدغه‌های متعالی که به نظر خودش داره، نمیتونه خودش رو منتزه کنه از وضعیت، از محیطی که در اطرافش قرار داره و این بیماری به همه چیز رسوخ خواهد کرد. از ترس پیدا کردن زرورق جرأت نداشتم اتاقت تمیز کنم، اما وقتی پاک شدی گفتم خدایا بچه من به من پس داد. تو 3 سالی که پاک بودی تمام بدبختیام، بیکسیام، مستجری، همه چی یاد پیمان من میمیرم اگه تو دوباره بخوای شروع کنی. دیگه طاقت ندارم. اون وضعیتی که در فیلم تصویر میشه قطعاً اون وضعیت چیزیه که در سطح جهانی میبینه، مخصوصا که حالا این داستان بیماری کرونا که تو این 2 سال اتفاق افتاد، این نشون داد که این مسئله میتونه
واقعا اگر در سطح جهانی واقعا فکری نشه میتونیم همون ویران آباد پایان فیلم رو تا چند سال آینده خیلی نزدیک شاهد باشیم. اون مادر بیچاره 3 شیفت کار میکرد، از دبیری و معلمی و چه میدونم دفترداری و 10 تا کار دیگه توی این مدرسه و مدرسه تا بیاد بریزه تو حلقه توی گوه. تو چی کار میکردی؟ میرفتی میرختیش رو زرورق عوضی. هروئین کشیدن من هیچ توجیهی نداره، اونقدر مبتذله که پشت هیچ دلیلی نمیتونم قایمش کنم. آخر رزالت خودخواهی رامین. ببین تو همه چیزو ساده کردی که خودت از شرر مسئولیتی خلاص کنی، فهمیدی؟ اینم شده جستت، اداته، من همینم که هستم، اما داری زر میزنی. کسافتت انقدر بزرگ شده که دیگه نمیتونی پشت چیزو قایمش کنی. یه سر همه ایده‌های متعالی که ازشون دم میزنی یه چیز وقیحه. خفه شو بابا. منطقی پایانی بعد از چندین تلاش ناموفق ما به خاطر اینکه نمیتونستیم بودجه بزرگی یا حداقل بودجه قابل قبولی پیدا بکنیم برای ساخت فیلم، این هفتمین فیلمنامه ای بود که نوشتیم و دیگه به اینجای رسید کار که گفتیم یه قصه ای از خودمون توی خونه خودمون که خودمون بازیش کنیم، توی محله خودمون بسازیم. و اینی که با هم هم ساختیمش حتی قصه شکم به این برمیگشت که از تمام امکانات و داشته هایی که جفتمون چه به لحاظ داستانی، چه به لحاظ امکانات، دوستان، همراهی، حمایت میتونیم استفاده کنیم بذاریم رو هم و بتونیم بالاخره یه فیلم بسازیم. خیلی اتفاقات عجیب غریبی در اطراف ما از مسائل اجتماعی، سیاسی، همه جوره در حال اتفاق افتادن بود و هر جوری که میرفتیم جلو متوجه شدیم که انگار ساخت منطقه پایانی تبدیل به یک ضرورت برامون شده. یعنی انقدر این ضرورت فشار زیادی می آورد که تقریبا همه چیزهای دیگه تو زندگی ما معنی خودش رو از دست داده بود و تنها چیزی که فکر میکردیم که این فیلم ساخته بشه. ما به جهنم ناقصی هدایت شده ایم مادر، چرا خدا کاملش نمی کنه؟ این جواب مادر بود که تنین صدایش هنوز در گوش پسر زنگ می‌زد و مادر همانطور که از طبقه هفتم بلوک به آشیانه هواپیماهای اسقاطی مسافربری نگاه می‌کرد که همگی چون گله‌ای بی صاحب رها شده بودند تا در تلی از شن و خاک غرق شوند، جواب داد: کجاش عجیبه؟ این که تو هنوز به خدا باور داری؟ مادر در میان سرفه‌هایش جواب داده بود: اگه میشه از مرگ نترسی. پسر که یک لیوان آب دست مادر داده بود باز پرسید: دارم از باور تو میگم. مادر گفت: نمیبینی چقدر مرگ و آرسنیک توی هواست؟ چقدر حلال سرطانزا و آب رادیواکتیو تو مخازن آبمونه؟ اگه خدایی همونطور که قصه فیلم راجع به یک شاعره، این که چطور شعر به وجود بیاد، خلق شعر در ذهن شاعر، یک جریان شهودی عجیبی تعریف ناپذیری که خیلی با خلق سایر آثار هنری شاید متفاوت باشه. ما خیلی از آنچه که در ذهن یک شاعر موقعی سرودن میگذره الهام گرفتیم برای رسیدن به زبان سینمایی توی این فیلم. مادر آرام زمزمه کرد: شاید ما داریم تقاص پس میدیم و این تقاص پاسخ گناهی که خودمون هم نوعان کردیم. منطقه پایانی به معنای واقعی یک فیلم مستقل هستش و قطعا مشکلات خودش خواهد داشت، ولی ما ناامید نیستیم. قطعا سال دیگه تلاش خودمون رو برای اینکه بتونیم فیلم رو تماشاگر ایرانی نشون بدیم، نمایش بدیم، قطعا تلاش خودمون رو خواهیم کرد. بهار بهبهانی، هنرمند ایرانی ساکن نیویورک، کارش رو با نقاشی شروع کرده و در ادامه به چیدمان، ویدیو آرت و فیلم رو آورده. بهبهانی در آثارش تصویرهای هوایی از زمین، نقش و نگارهای سنتی، نقشه باغهای ایرانی و معماری ایرانی رو با هم ترکیب کرده. سری زدیم به کارگاه بهار بهبهانی در نیویورک و باهاش درباره پروژه‌های مختلفش صحبت کردیم. Thank you.
من برای اینکه یه چیزی رو بهتر بشناسم طراحی و نقاشی میکنم که بشناسم اون چیز رو بیشتر. این وسیله شناخت منه. اواخر خیلی علاقه زیاد و کنجکاوی خاصی پیدا کردم به اینکه کارها رو از استودیو و از توی گالری بیرون ببرم. خیلی برام جذاب شده که دیگه مؤلف کار به اون شکل نباشم. یک پروژه من اینجا انجام دادم توی باغی به نام باغ ویفیل. یک باغ عمومی هستش. وقتی که شما وارد باغ میشین یک حوزه 8 سلعی هستش که توش کاشیکاریه و اطرافش چوب و کندکاریه و خود این حوض به جای اینکه روی زمین قرار گرفته باشه مثل هر حوض دیگه ای، این روی بشکه های پلاستیکی قرار گرفته. من دعوت کردم از تمام دانشجوهای اون منطقه، از دانش آموزا، از گیاه شناسایی که تو باغ کار میکنن، همه اینا بیان وارد این پروژه بشن و بیایم با هم دیگه ببینیم که اگر میخواستیم یه چیزی اینجا قرار بگیره چی میتونست باشه. و بسیار جذاب شد به خاطر اینکه هر گروهی تو یک موضوع خوب بود و علاقه داشت. یعنی از اون دانش آموزی که میخواد راجع به خاطراتش از رود بگه، یا از اون باغشناسی که در اون باغ میخواست راجع به اینکه چه گیاهان بومی در این باغ وجود دارن. ما همه اینا رو آوردیم دور یه میز نشوندیم و به نظر من این جذابیت این کار بود که بیشتر از اونی که واقعا بگم من چی دارم که اینجا ارائه کنم، ببینم اونا چی دارن که به من بدن و این وسط ما چجوری میتونیم این گفتگو رو تبدیل به یک طرح، به یک پروژه، یا به یک مجسمه، یا به یک مجسمه طرحی که کارایی هم داشته باشه بکنیم. باغ ایرانی معنای خاصی برای هر کدوم ما داره، یک وزنه خاصیه به هر حال در فرهنگ ما. اون به کنار، اون بخش حافظه تاریخیشه. یک بخش دیگه این بود که من کنجکاو بودم که این باغ ایرانی حالا چرا اینقدر برای ما مهمه و من شروع کردم اول مطالعه دوباره دقیق باغ ایرانی، حالا اون که خیلی باصفاست و چقدر کیف میکنم و چه بوی گل روز و ایناش که تمام احساسی با تمام بدنش آدم حس میکنه، ولی این که حالا خوب حالا این واقعا در دوران قدیم چی بوده، چه جوری میساختن، کیا میساختنش، کیا استفاده میکردن ازش، کی میرفته تو این باغ. اروپایی که به ایران اومدن نقشه های باغ های ایرانی رو خیلی شروع کردن با قلم انجام دادن. این نقشه ها برای من جالب شد و من اینا رو بزرگ کردم و در این نقاشی های 2 متر در 3 متری که انجام دادم، اون طرح‌های کوچیک این اروپایی ها رو من اینا رو با شکل دیگه‌ای و با یک ترجمه دیگه‌ای و با یک احساس تغزلی دیگه‌ای سعی کردم این معماری گونه بودن این نوع طرح‌ها و نقشه ها رو در این کارهای انتزاعی خودم با هم دیگه تلفیق بکنم. مثلا این فرمای 6 سلی و 8 سلی که این حوزهای ما داره تو باغ ایرانی، اینا فقط برای زیبایی نبوده. من برام جالبه که منطق پشتش رو پیدا کنم. حالا چرا؟ نه برای اینکه ما بخوایم بگیم این بوده است و چنان بوده است و چنان بوده، برای اینکه برای من جالبه ببینم حالا ما درایت اون موقع، ما مهندسی اون موقع، ما هندسه اسلامی، ما ریاضی قدیم ایران، ما تمام اونا رو که بیاریم وارد امروز معاصر بکنیم، آیا میتونیم از اینا استفاده بکنیم و با چه ترفندی شاید بتونه به امروز ما، به گرمایش زمین، به همه اینا آیا میتونه کمکی بکنه؟ که حتما میتونه. جالبه بدونه که از لاء چند ضلعی حوض به نگهداری آب کمک میکنه. یعنی اونها فهمیده بودن
که کمک میکنه که آبو بهتر نگه دارن، یعنی آبو سالمتر، آبو تمیزتر و آبو طولانیتر نگه دارن. خب از این قبیل چیزا خیلی میتونه به امروز کمک کنه و ما چجوری میتونیم این طراحی رو وارد زبان امروز بکنیم؟ پروژه آخر من یه باغه، یه باغی که در شهر نیویورک قراره بسازم، حتما الهام گرفته از باغ ایرونیه، از لحاظ طرحش، از لحاظ فلسفهش، از لحاظ گلارائیش، همه اینها باشه، ولی در این حال سمبول اون باغ بیبرگی هم باشه. پس فقط راجع به خوبی ها و زیبایی ها و تمام این چیزا صحبت نمی کنه. یه باغیه که دعوت میکنه هر کسی که تاریخ نگفته داره، داستان نگفته داره یا داستان تحریف شده داره که دلش میخواد بیاد داستان خودش رو بگه، بتونه بیاد توی این باغ و اونجا یه محفلی باشه، یک بستری باشه برای این گفتمان ها که فراملیتی باشه. برنامه این هفته هم تموم شد. ممنون که بیننده ما بودید. مثل همیشه یادآوری میکنم که تماشا رو میتونید روی یوتیوب و وبسایت بی بی سی فارسی ببینید و گزارش های ما رو هم روی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.